سلام بچه، خوش اومدین به چنل خودتون. من علیرضا هستم و توی این ویدیو آموزشی قراره که تمامی تنظیمات بازی رو از جمله هات بیسیک سنسیویتی رو بهتون به صورت خیلی ساده توضیح بدم و خیلی ساده بازیتون رو از اینی که هست بهتر بکنید. قبلی که بریم سراغ ویدیو بچه ها، یادتون نره توی چنل سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش رو بزنید. بریم سراغ ویدیو. خب بچه، قبلی که بریم سراغ آموزش، بذارید من بهتون بگم توی این ویدیو قراره چی رو من بهتون توضیح بدم یا پوشش بدم. میخوام که بخش کنترلز و بیسیک و سنسیویتی رو به صورت کامل بهتون توضیح بدم که به ترتیب میشه سه بخش، یعنی همون کنترل و بیسیک و سنسیویتی، چون بخش مهم دیگه ای نداره. اینا رو میخوام به صورت کامل بهتون توضیح بدم و توی کوتاه‌ترین زمان و جوری که شما متوجه بشید و مشکلاتتون برطرف بشه. بخش اول بچه بخش کنترل هستش. توی قسمت کنترل اگر شما برید توی هادتون، حالا فرق نمیکنه چه MP باشه چه BR مود، توی کاستوم لی اوت بزنید، میبینید که توی اینجا کلاود لی اوت اون بالا براتون موجوده. همونجوری که میدونید اینجا توی سیزن جدید که حدود یه ماه خورده‌ای میشه اومده، نه این سیزنی که تازه اومده، سیزن یک ماه پیش از پلی استور دانلود کردیم بازیو، آپدیتی که کال اف دیوتی موبایل داد این بود شما میتونید هادتون رو شیر بدین دیگه به صورت خیلی ساده. اینجا کد هادتون رو کپی میکنید میدید به شخصی که میخواد هاد شما رو بچینه. مثلا من کد هادم میدم به شما، شما کد رو کپی میکنید میرین توی قسمت سرچ، کد رو پیست میکنید و اینجا پریویو میزنید. وقتی پریویو می‌زنید می‌بینید که هاد من بدون هیچ گونه زحمت قشنگ روی دیوایس شما کپی میشه. این بخش لی اوت که خواستم بهتون توضیح بدم. خب بچه‌ها، این قسمتی که میخوام بگم یه بخشش مربوط به موومنت میشه، یه بخشش هم مربوط به تنظیمات هاد میشه. اگر تازه دارین هاد میچین یا شروع کردین هاد بچین یا هاد چیدید و هنوز اسکیل یا اندازه جویستیکتون 100 و 10 و 20 به این اندازه است، همین الان برید توی تنظیمات اینو بکنیدش کمترین حالت ممکن که میشه 61. اگر این حالت 100 باشه بچه ها، یعنی تو اندازه 100 باشه، شما توی بازی میبینید که جویستیکتون به بزرگترین حالت خودش رسیده. خب حالا چرا جویستیکمون نباید اندازه 100 یا همون اندازه پیش فرض باشه؟ به خاطر اینکه بچه ها وقتی این اندازه دیفالته، شما باید انگشتتون بیشتر به سمت چپ و راست یا بالا یا پایین بکشید که کاراکترتون حرکت بکنه. ولی وقتی اینو شما میارید اندازه‌شو میکنید به کمترین حالت ممکن، همون 60، اینا مقدار خیلی کمی نیاز دارید که انگشتتون به چپ یا راست بکشید که کاراکترتون حرکت کنه. این قسمتی که بچه‌ها دارم بهتون توضیح میدم در مورد اندازه جویستیک، این مربوط میشه به بخش موومنت، یعنی به آموزش موومنت که آموزش من توی این ویدیو نمیخوام بدم چون یه مقدار طولانی، باید یه ویدیو جداگونه حتما براش براتون بگیرم. شما وقتی جویستیکتون رو تغییر دادین به کوچکترین اندازه ممکن، یه تغییر خیلی کوچولو تو موومنتتون احساس میکنید. و همچنان میخوام در مورد این باهاتون صحبت کنم در مورد جویستیک. توی بخش بیسیک بچا اگر برید توی سیزن های جدید، فکر میکنم که دو سیزن این ستینگ اومده، بذارید من گزینه رو روشن کنم و خیلی راحت‌تر بهتون توضیح بدم. موبل جویستیک، این اگه ببینید روی حالت دیفالت، روی حالت دیفالتش شما هر جایی که انگشتتون رو بذارید این جویستیکتون ظاهر میشه. همونجوری که میبینید من هر جایی که انگشتم بذارم جویستیکم ظاهر میشه. بذارم یکم رنگ اینو پررنگ کنم بچه‌ها، شما ببینید دارم چیکار میکنم. جویستیک من هر جا بذارم این ظاهر میشه. روی حالت فالو مود، همونجوری که میبینید دو تا حالت داره، یکیش دیفالت، دو تاش لاکت مود و فالو مود. روی حالت فالو مود اگر بذارید، همونجوری که میبینید انگشتتون رو به هر سمتی بکشید این جویستیک باهاتون حرکت میکنه، زیر انگشتتون در واقع، همونجوری که میبینید به این حالت. من واقعا فعلا باش تمرین نکردم که بهتون پیشنهاد کنم این حالت خوبه یا نه. خودتون میتونید برید تمرین کنید ببینید به دردتون میخوره یا نه. خیلی ممکنه این حالتایی که تازه به بازی اضافه کرده به درد کارشون بیاد و مشکلاتشون رو رفع کنه. حالت دوم لاکت موده. حالت دوم فرق زیادی با این حالتی که قبلا من روشن کردم نمیکنه. لاک مود وقتی لاک باشه دیگه جویستیکتون ثابت همینجا میمونه، که من خودم قبلا از این استفاده میکردم، منتها اون یه مدل دیگه بود که توی بیسیک بهتون توضیح میدم چه جوری بود. الان اگر لاک مود روشن کنم این دیگه هر جا من تاچ بکنم این دیگه نمیاد، اینجا ثابت میمونه و این بهترین حالته که من خودم شخصا از این حالت استفاده میکنم. شما اگه دوست داشتین روی این حالت بذارید نمیتونم پیشنهاد کنم، چون هر شخصی ممکنه یه چی دوست داشته باشه. حالت قبلی که من استفاده میکردم پیش فرض بود این بود که اگر این روی دیفالت باشه همچنان باز این تکون میخورد. من چون این گزینه تازه اضافه شده بود نبود دیگه، یه دونه تیک توی بیسیک بود به اسم فیکسد ویرتوال جویستیک دیسپلی لفت پوزیشن که آفه. اگر من این آنش بکنم میبینید که باز جویستیک من اینجا ثابت میشه و دیگه نمیاد، بالا پایین نمیچرخه، مثل همون حالت لاک مود موویبل جویستیک. اینم از بخش هاد و جویستیک بچه‌ها. خب بچه‌ها میرسیم به بخش دوم. بخش دوم بخش بیسیک. توی بخش بیسیک خیلی گزینه ها هست که من میتونم در موردشون صحبت کنم ولی خیلی هاشون نیازی نیست. شما فقط میتونید اینجا کپی پیست بکنید، فرقی نمیکنه دیوایستون چیه،
اندرویدید، آی او اسید، آیپدید، هر چی که هستید ستینگا رو کپی کنید، چون هیچ فرقی نمیکنه رو چی دیوایس بازی میکنید. اونایی که نیاز به توضیح دارن و بهتون توضیح میدم. ایم اسیستتون اگه آفه حتما آنش بکنید، ضرر نداره، بر حال ایمتون قوی تر میشه. توی بیسیک بچه اگر کانتینیوز گرنید ترو آن باشه براتون، شما اگه دستتون نید باشه بخواید نید مندازید، بعدی که نید مندازید همچنان دستتون نیده، این دیگه نید از دستتون نمیره، یعنی بخودتون دستی گانتون اینجا عوض کنید، که به نظر من یه چیز خیلی آزاردهنده ایه. شما حتما باید اینو آفش بکنید، چون خیلی جا ممکنه شما رو نابود کنه. اینو آفش میکنید. کویک وپن سویچ اگه آف آنش بکنید، چیز زیادی من توش ندیدم ولی حس میکنم گان سریعتر سویچ میکنه، یعنی بین جابجایی گان، مثلا شما اگه گان دستتون باشه بخواید گان سویچ بکنید، حس میکنم سریعتر جابجا میکنه، اینجوری خودش گفته. دکمه هایت پرام باتون اگه بچه براتون آف باشه، شما یه دکمه اضافی اینجا دارید که باش کاراکتر میتونید بخوابید و بلند بشید با کاراکترتون. در واقع میبینید که برای دراپ شات زدن و جایی که میخواید سریع بخوابید، و اگر دوستان دکمتون با دکمه اسلایدتون یکی باشه، اون اگر آف بکنید اینجا دکمه اضافه براتون میاد. و من از اونجایی که با این هادم عادت کردم و نیازی بهش ندارم، آنش میکنم که مخفی بشه. ADS button for rotation بچه ها آفش بکنید. این اگر آن باشه چیکار میکنه دقیقا؟ بچه ها این اگر آن باشه، دستتون روی دکمه ADS باشه، میبینید که اگر دکمه ADSتون همچنان چپ و راست بکنید، صفحتون هم باش میچرخه. این برای پلیرایی که دکمه ADSشون این پایین میذارم میتونه خوب باشه، بستگی داره چجوری دارین ازش استفاده میکنید. به نظر من چیز خوبی برای من نیست و آفش میکنم. پرسپکتیو تیم میت رو بچه حتما اگه تیکش آفه آن بکنید، کاری که این میکنه دقیقا چیه؟ کاری که این گزینه دقیقا میکنه چی هست؟ توی بازی اگر دوستتون، هم تیمیتون پشت دیواری چیزی باشه، مثلا توی ساختمون دیگه با فاصله دورتر از شما باشه، به رنگ آبی در میاد و با رنگ آبی به شما نشون میده که شما بتونید ببینید هم تیمیتون کجا هستش. تیک شاتگان هیت ریمایندر رو بچه اگر روشن بذارید، برای من الان آفه. وقتی من شاتگان میزنم به انمی یا تارگت، میبینید که فقط روی این هدف ها به من نشون میده که چقدر تیرام خورده. اگر من شاتگان هیت ریمایندر رو آن بذارم، همجور که میبینید وسط کراس هایر من که میشه اینجا این وسط، خب این گزینه بچه اگر روشن باشه، وقتی شما با شاتگان تیر میزنید، همجور که میبینید وسط کراس هایرتون بهتون نشون میده چه مقدار تیرهای شاتگانتون به تارگتتون خورده. به نظر خودم شخصا چیز خوبیه، میتونید که ازش استفاده بکنید. اوتو آرمور ریپیر بچه ها اگر این تیک روشن باشه، وقتی که شما دمیج هستین سعی میکنید مثلا یه آبی آرمور مشکی بزنید، و آرمور مشکیتون حالا سه تاست و میخواین پشت سر هم آرمور مشکی بزنید که نخواین دستی دونه دونه بزنید. این تیک اگر روشن باشه، حالا اینجا من نمیتونم دقیق بهتون نشون بدم، شما وقتی یه بار رو آرمور مشکیتون بزنید، آرمور مشکی به صورت اتوماتیک میاد سه تا شیلد شما که دارین 150 تا آرمور دونه دونه خودش اتوماتیک پر میکنه، ولی اگر آف باشه شما هر بار باید بزنید تا 50 تا 50 تا براتون پر بکنه. توی تنظیمات بیسیک دو تا گزینه دیگه هست که میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم. در مورد سینک ADS فوت تو اسکوپ تو ویدیو قبل باهاتون صحبت کردم، اگه هنوز ویدیوشو ندیدید از این بالا لینکش براتون قرار میدم، برید حتما نگاه کنید. دو تا گزینه که مونده، یکیش 3D get hit hint هستش، که این گزینه اگر روشن باشه، بالفرض که شما دارین دمیج میخورید، یه فلش سه بعدی کنار کاراکترتون میاد و جهت تیری که داره به شما میخوره بهتون نشون میده. گزینه بدی نیست، میتونید روشنش بکنید. گزینه دومی که میخوام بهتون بگم، گزینه این گزینه هستش که اسمش خیلی سخته، من سعی کردم بگم اسمش رو نتونستم تلفظ کنم. شما این گزینه رو روشن کنید، فکر کنید این گزینه برای من آنه، چسبیدم به این دیوار ولی همچنان داره کاراکتر من نشون میده. بعضی جاها شما کاراکترتون جلوی دید شما رو میگیره و انمی که جلو بروتون هست به این صورت نمیبینیدش. اگر بیاید توی بیسیک و این گزینه رو روشن کنید، دقیقاً زیر تیک سینک ADS هست. اگر روشنش کنید میبینید که کاراکترتون به این حالت در میاد، شما خودتون قادرید کاراکترتون رو ببینید چیکار میکنه، و همزمان میتونید که روبرو کاراکترتون هم ببینید، جوری که بلاک نده ویو شما رو. در هر صورت فکر کنم تیک خیلی خوبی هستش، روشن میکنید بعضی جاها که فایتاتون تنگ میشه و توی گوشا گیر میافتید، شاید بتونید با این حرکت کارو در بیارید. و آخرین گزینه که تیکش باید روشن و خاموش بشه توی تنظیمات بیسیک، گزینه میساج پرویشن مود هستش، که این گزینه اگر روشن باشه، اینجور که خود کالاف گفته، اگر شما دستتون چهار انگشتی پلی میدید، انگشتای اشارهتون به بالاها میخوره، به این صورتی میاد پایین یا از اینور، این اذیتتون میکنه. روی گوش معمولا این مشکل خیلی زیاد بود، چون خودم قبلا این مشکل رو داشتم، مثل اینکه این مشکل رو کمتر کرده براتون و میساجاتون برطرف میشه. حالا شما امتحان بکنید، اگر خوب بود و واقعی بود توی کامنت ها حتما به من بگید. و بعد از اینکه بخش تیک ها رو رد میکنید، میرسیم بخش دمیج نامبر. تیک دمیج نامبر رو بزنید، چون وقتی شما به انمی دمیج میدید، مقدار دمیجی که
شما وارد کردید چه با نت چه با اسنایپ چه با هر چی بهتون نشون میده چه مقدار دمیج شما وارد کردید. پرشوت استایل رو دستکاریش نکنید، نیازی نیست بهش دست بزنید. توی قسمت ADS مود بچه ها ما 4 تا آپشن داریم: تپ تو ADS، تپ اند هولد تو ADS، هایبرید ADS، دابل تپ تو ADS. ما با هیچ کدوم گزینه کار نداریم به جز گزینه دومی. گزینه دومی دقیقاً چیکار میکنه؟ وقتی که این گزینه روشن باشه، شما وقتی دستتون شاتگان یا اسنایپ یا هر چی هست، دستتون اگر روی دکمه ADS تون بذارید، میبینید که هر موقع بردارید خودش ADSش برداشته میشه، دیگه نیاز نیست دوبار بزنید تا ایدیس باشه. به عنوان مثلا یه بار میزنید دوباره میزنید که کنسل بشه، شما نیازی نیست این کار بکنید، اما موقعی که بردارید برداشته میشه. چرا این خوبه؟ به خاطر فست اسکوپ زدن و فست شاتگان زدن، فست اسنایپ زدن و اینجور چیزا. برای رایفل هم خیلی جواب، حتما حتما روشنش بکنید. و اگر میترسید که این گزینه ایمتون رو خراب بکنه، 100% ایمتون رو برای چند روز خراب میکنه، چون شما روی گزینه دی عادت کرده بودید مثل تپ تو ADS. برای یه مدت اگر بازی کنید به راحتی بهش عادت میکنید و بعدا منو دعا میکنید. توی بخش بیسیک بچه ها همچنان میایم پایین تر، به بقیه گزینه ها کاری نداریم، نیازی نیست دستکاریشون بکنید. توی آلویز اسپرینت اگر مشکل موومنت دارید، حتما حتما اینو از روی آف اگر هستینم تا آخر هست روی آن قرار بدید. اگر روی آن باشه دیگه نیاز به اون سنسیتیویتیش نداری، شما هر موقع انگشتتون رو به جلو بکشید میبینید که کاراکترتون با کوچکترین اشاره رو به جلو حرکت میکنه و دیگه مشکل موومنتتون برطرف میشه. این یکی از مهمترین مشکلاتیه که بچه‌ها تو موومنت دارن و خیلیاشون نمیدونن. ویدیو موومنت رو من سعی میکنم توی همین چند روز آینده براتون بذارم، ولی سعی میکنم یه جور توضیح بدم که شما به راحتی متوجه بشید. بچه اگر هنوز که هنوز از جیروسکوپ استفاده نمی کنید، میتونم بگم خیلی دارین اشتباه بزرگی مرتکب میشین. جیروسکوپ حتما حتما روشن بکنید، باش تمرین بکنید، شاید یکی دو ماه طول بکشه، شاید سه ماه طول بکشه باش عادت بکنید، ولی وقتی که باش عادت کنید میدونید که چقدر کمک بزرگی میتونه جیروسکوپ به شما توی بازی بکنه. حتما حتما به نظر من این کارو بکنید اگر گوشی پلیر هستید. خب بخش کمرا فوو بچه شما میتونید مثل من بچینید، میتونید هم نچینید. شما اگه دوست دارید دوربینتون عقب باشه، یعنی اون دوربینی که توی بتل بهتون نشون میده بهش میگن FOV، میتونید که اینا روی مکس بذارید و دیدتون خیلی بیشتر میشه به اون قسمتی که دارین نگاه میکنین. و من از اونجایی که دوست داشتم اینو رو 75 گذاشتم، به خاطر اینکه تیک سینک فوب ADS رو گذاشتم و این اگر کم بکنم این مقدار بیشتر زوم میکنه و کامل کامل ADSش هیپ نمیشه. توی کامرا FOV TPP حتما 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 اینو در نظر داشته باشین. اگر بچه دیوایستون ضعیفه، من دیوایسم مشکل نداره چون آیپدم و چپ و راستم کمه، گذاشتمش رو حالت مکس. خیلی این کارو میکنن، اونایی که رو گوشی هستن میتونن این کارو بکنن، ولی اگر میبینید مشکل لگ دارید، گوشیتون داغ میکنه، هی کرش میکنید، از این داستانا، اینو بذارید روی حالت 60-70 تا 60، یعنی 60 تا 70 در واقع. چرا باید این کارو بکنید؟ به خاطر اینکه هر چی دید شما عقب‌تر باشه، شما توی بتل رویال گوشیتون باید جاهای بیشتری رو پردازش بکنه و این باعث میشه شما تو بازی لگ بگیرید. و پیشنهاد من اینه اگر گوشی ضعیفی دارید و توش خیلی لگ دارید، حتما حتما FOVتون رو از روی 90 کمش بکنید روی 60 یا 70 بکنید. درست دوربینتون یه مقدار میاد عقب، ولی میتونید مشکل لگتون رو تا حدودی برطرف بکنید. FOV FPP هم بچه ها گزینه مهمی نیست، میتونید که مکس مکسش بکنید. دو گزینه آخر ساوند ریمایندر رو حتما به ترتیب روی اولی قرار بدید. این هم از بخش بیسیک. بریم سراغ بخش بعدی که بخش سنسیتیویتی هستش. توی بخش بچه ها سنسیتیویتی شما سه تا حالت دارید: فیکسد اسپید، دیستن اکسلریشن و اسپید اکسلریشن. دیستن اکسلریشن بر اساس فاصله ای که دارید به اشیا یا کاراکتر یا انمی یا هر چی سنسیتیویتیتون رو تنظیم میکنه و من واقعا دقیق نمیدونم چجوری کار میکنه و تا حالا دنبالش نرفتم. پیشنهاد میکنم اصلا شما نرید و بین فیکسد و اسپید یکشو انتخاب بکنید. من خودم قبلا روی فیکسد بازی میکنم و الان دیگه نمیتونم روی فیکسد بازی کنم، میذارمش روی اسپید اکسلریشن. خب این گزینه بچه دقیقاً چیکار میکنم؟ کاری که اسپید اکسلریشن میکنم بچه، اسپید اکسلریشن میاد بر اساس قدرتی که شما بنگشتتون به صفحه وارد میکنید، صفحتون رو میچرخونه. یعنی شما اگر یه مقدار وارد کنید خیلی کم، نگاه کنید خیلی کم میچرخه. اگه زیاد وارد کنید زیاد میچرخه. اگه خیلی زیاد وارد کنید خیلی زیاد میچرخه. بر اساس میزان قدرت که شما وارد میکنید صفحتون میچرخه. به نظر من گزینه خیلی خوبی هستش برای جاهایی که میخواین فلیک شات بزنید یا میخواین موومنت بزنید یا شات سکسی بزنید. اسپید اکسلریشن کمک میکنه که موومنتتون بهتر بشه و برای بک اسلاید و از این چیزها هم خوبه. بک اسلاید هم من قرار توی ویدیو موومنت حتما حتما بهتون خیلی راحت توضیح بدم که چجوری میتونید بک اسلاید بزنید. فقط میخواستم توی این قسمت هم بهش اشاره بکنم که برای بک اسلاید زدن هم میتونید اسپید اکسلریشن بذارید و ازش استفاده بکنید. توی بخش سنسیتیویتی بچه یه گزینه دیگه هست اضافه شده به اسم اوورال ادجستمنت. اوورال ادجستمنت دقیقا چیکار میکنه؟ فرض کنید الان استاندارد سنسیتیویتی من اینجا 66ه،
این استاندارد سنسیویتی مال کمرای منه، مال این کمراست که به سمت چپ و راست میکنم. من هر چقدر این استاندارد رو بالا پایینش کنم، صفحه سوم شخص منم با همون اندازه که بالا پایین شده کم و زیاد میشه. شما بچه اگر بیاید تو این سنسیویتی تیک اوورال ادجستمنت رو بزنید، از اونجایی که من دوتا ایدی سنسیتیویتی و رد دات سنسیتیویتی روی مکس هستش 300، دیگه نمیتونم به جلو بکشمش. یعنی اگر شما اینو روی مکس نباشه میتونی یکی یکی تمامی سنسیتیویتیتون رو، یعنی اسکوپ 1 نه سوم شخص، اسکوپ 4 اسنپتون رو دونه دونه کم و زیاد کنید یا بالا پایینش کنید. از اونجایی که من نیازی ندارم بهش آفش کنم، ولی اگه شما میخواین یکی دو تا سه تا از همه بالا با پایین بکنید، میتونید که تیکشو بزنید و اینجا کم و زیادش کنید، همونجوری که میبینید کم و زیاد میشه به راحتی. و یک گزینه دیگه که اینجا اضافه شده توی سنسیتیویتی بچه‌ها، ورتیکال تانینگ استیبیلیتی، که این اگر بالا پایینش کنید پیشنهاد نمیکنم اصلا دستش بزنید. این سنسی که اینجا میبینید الان روی سطح قرار داره، مال سنس بالا پایین تاچتونه. حالا میبینید من با سرعت دارم بالا پایین میکنم، اصلا صفم نمیچرخه. پیشنهاد میکنم اصلا دست بهش نزنید، بذارید همونی که هست بمونه. و دو تا دیگه هم اینجا اضافه شده که یکیش ground vehicle stability، یعنی شما وقت سوار وسیله نقلیه میشید میتونید دوربینتون رو سرعتش رو کم و زیاد کنید، چقدر بچرخه زیاد بچرخه نچرخه، اونم زیاد مهم نیست، دستش نذارید. و یه دونه دیگه که به اسم اونم air vehicle stability، یعنی سوار هواپیما میشین یا سوار جت و این چیزا میشین، میتونید که سنسش هم بالا پایین بکنید. اینجا توی قسمت فایرینگ سنسیتیویتی بچه‌ها دقیقاً اینجا چیکار می‌کنه؟ شما وقتی میایین اینجا سنستون اول تنظیم می‌کنید، اینجا استاندارده، اینا مال سوایپ خالیه، یعنی شما در حالی که شلیک نمی‌کنید در حال راه رفتن، این مال اینجاست. بخش فایرینگ سنسیتیویتیش برای بخشی که شما شروع می‌کنید شلیک کردن، و دقیقاً بخش فایرینگ سنسیتیویتی هم مثل همون استاندارد سنسیتیویتی همه چی داره، یعنی اول شخص داره، رد دات داره، سوم شخص داره، فلان داره. نسبت به اون چیزی که می‌دونستم برای خودم بالا پایینش کردم، شما بالا پایینش کنید. نکته مهمی که باید در مورد سنسیتیویتی بدونید اینه که بچه‌ها شما نمیتونید سنسیتیویتی هیچ کسی رو کپی پیست کنید و انتظار داشته باشید بازیتون به همون اندازه یا کنترلتون یا تاچتون به همون اندازه خوب باشه. چرا؟ چون دیوایس، حافظه عضلانی انگشتاتون، چون اینا به ذهنتون سپرده میشه و عادت میکنید، و تاچ گوشیتون فرق میکنه. وقتی اینا فرق بکنه کلا سنستون هم باید چیز دیگه باشه. شما اگر من کد سنسم به شما بدم، شما بزنید رو دیوایس خودتون، شما یه چیز دیگه تحویل میگیرید. دیوایس خیلی مهمه توی داشتن سنس خوب. شما هیچ وقت سنس فلان یوتیوبر فلان استریمر رو نگیرید بگی ها من سنس رو گرفتم الان بازی خیلی عالی میشه. شما سنستون باید خودتون پیدا بکنید. در هر صورت من کد سنسم براتون میذارم، فقط به خاطر اینکه هی توی کامنت ها بهم نگید داده چرا کد سنس تو نذاشتی. خب اینم از قسمت سنس بچه‌ها. توی قسمت بی آر ستینگ هم یه سری گزینه کوچیک هست بهتون میگم چیکار کنیم. من خودم اتولوتو شخصا گذاشتم آن، گذاشتم 6 تا آرمور مشکی بردارن یا همون آرمور 50 تایی، و گذاشتم 4 تا آرمور ادوانسد برداره همون آرمور 200 تایی 150 تایی بخش آرمور آبی، و گذاشتم که 2 تا کنتیک برداره یا همون آرمور 200. اینجا هم تیک تمامی اسکوپای روی زمین رو برداشتم که از روی زمین اسکوپ بر نداره. و قسمت لیدر اند تاکتیکال گذاشتم 3 تا نید برداره، گذاشتم 3 تا اسموک برداره و 3 تا کلاستر. شما میتونید اینا رو کپی کنید. و توی قسمت ماز میتونید تعیین کنید چه گانی چه مادی از روی زمین برداره و وقتی برمیداری اتوماتیک رو کدومشون بره. اینی که اینجاست تقریبا دیفالت، من فقط این فایر از روی سنایپر برداشتم و کار خاص دیگه ای نکردم. خب بچه اینم از آموزش هاد و سنس و نمیدونم بیسیک و هر چی بود و میدونستم، خیلی راحت بهتون گفتم که شما متوجه بشید. امیدوارم به دردتون بخوره و ازش نهایت استفاده رو ببرید. مخلص همتونم، دمتون گرم که ویدیو رو دیدید. تا یه ویدیو دیگه، خدا یار نگهدارتون.